با درود خدمت همه بینندگان گرامی یاسر فلاح هستم با قسمت دیگه ای از برنامه نما به نما با سینما در خدمت شما هستیم در این قسمت از برنامه میپردازیم به فیلم سینمایی روزی روزگاری در هالیوود به کارگردانی کوینتین تارانتینو فیلم پرستاری با بازی بازیگرانی مثل مارگو روبی و براد پیت لئوناردو دیکاپریو داکوت فنینگ آلپاچینو تیم راس و راسل فیلم روزی روزگاری در هالیوود در سالهای پایانی اصر طلایی هالیوود اتفاق میفته در دورانی که یک بازیگر فراموش شده و بدلش در واقع جویای نام و شهرت هستن روزی روزگاری در هالیوود یک کمدی سیاهه که در سال 1969 میلادی در شهر لس آنجلس جریان داری اغلب منتقدین فیلم رو تحسین کردند و دقت فیلمساز رو در واقع ستایش کردند در واقع روزی روزگاری در هالیوود قصه تماشاگرهای هالیوودی قصه تماشاگرهای تارانتینو است اینکه تارانتینو با تماشاگر فیلمش ارتباط برقرار میکنه و اگرها و چه میشدهای ذهن بیننده های کنونی سینما رو میشناسه بسیار ارزشمنده تارانتینو برای روایت قصهش امضای همیشگی خودش رو پای اثرش زده و امکان نداره که پس از تماشای فیلم و ساختار تصویری فیلم نام کارگردان راحت نزنید که فیلم متعلق به تارانتینو است روزی روزگاری در هالیوود در استفاده از خشونت به سبک تارانتینو در مقایسه با آثار قبلی تارانتینو آرومتره و ما در مقابل شوخ فیلمساز تا حد زیادی در فیلم دیده میشه فصل ابتدایی فیلم سرشار از موقعیت های بامزه و عجیبه که ظرافت پرداخت سینمایی در اون موج میزنه به طوری که در مواجهه با هر کدوم از اونها تماشاگر با صدای بلند میخنده من افتخار این رو داشتم که در روز افتتاحیه فیلم فیلم رو در سینمایی ببینم که عوامل فیلم در اون سینما حضور داشتن و بعد از برنامه هم که مصاحبه با عوامل فیلم بود و نقد و توصیف خود تارانتینو از ساختار فیلم این خنده هایی که تماشاگر بعد از شوخی های فیلم سر میده یک حس دوگانه ای به همراه داره که روایت واقعی از مناسبات لس آنجلسی ها و گاهن حماقت های دوران کلاسیک سینماست روزی روزگاری در هالیوود به خوبی تونسته از فرایند ستاره سازی در هالیوود انتقاد بکنه و تصویری که از قهرمانان پوشالی که در مقابل دوربین شگفت و بی همتا به نظر میان اما خارج از کادر سینما اغلب انسان شکست هستن رو نشون بده و به دنبال راهی برای فرار از مشکلاتی هستن که نظام استدیویی هالیوود برای اونها وجود میاره توجه زیاد به جزئیات صحنه در این زمینه قابل ستایشه طراحی صحنه فیلمی که از بهترین های چند سالی اخیر سینما محسوب میشه و ارزش کار رو زمانی شما بیشتر میدونید که اثر محدود نیست و هر چند دقیقه ما رو به محیط جدیدی از سال 1969 میبره و در فضای شهر لس آنجلس مدام در رفت آمده و بسیار سخت هماهنگی برای حفظ همه جزئیات در این مواقع و تلاش سازندگان برای زنده کردن این سالها در فیلم واقعا ستودنیه و میتونه کلاس آموزشی خوب باشه برای دانشجویان سینما در روزی روزگاری در هالیوود تارانتینو از میزان خشونت های همیشگیش تا حدی کم کرده اما حتی در این شرایط با تسلط مثال زدنیش زمانی که لحظه خشونت فرا میرسه تماشاگر رو میخکوب میکنه و غافلگیر میکنه و در بهترین لحظه ممکن ذهن اون رو از پیش های احتمالی خالی میکنه در زمانی که کلیف براد پیت به محل زندگی هیپیا میره و برخلاف انتظار اونها صاحب اصلی اونجا رو میشناسه و قصد داره که اون رو ببینه تعلیقی که در این موقعیت ایجاد میشه بسیار عالیه و نشان از مهارت تارانتینو میده در ایجاد تعلیق و البته داکوتا دافنینگ هم بازی خیلی خوبی از خودش ارائه داده. شوخ طبعی فیلم هم بسیار به فیلم کمک کرده. بازی عالی دیکاپریو و بی در کنار هم بسیار خوب از آب در اومده آلپاچینو درسته که مدت حضورش در فیلم زیاد نیست اما تاثیرش قابل و مشاهده است با اون بازی دلچسب همیشگی که رگه های از سبک و سیاق برتول برش هم درش وجود داره در روایت قصه هم تارانتینو همچنان چنان منحصر به فردترین کارگردان تاریخ سینما محسوب میشه فیلم روزی روزگاری در حال بود در واقع ارتباط آنچنانی با حال روز سینمای امروز نداره و برای همراهی با سینمای این دوره هم تلاشی نمیکنه و حتی در بخش روایت هم پیرو جریان روز سینما نیست تارانتینو داستان خودش رو میگه و به سبک و سیاق خودش و قافلگیری های متعدد و بینظیری که خلق میکنه ذهن تماشاگر رو آروم میکنه روزی روزگاری در حالی بود در واقع گریزی به سینمای دهه شسته و سرنهای اون دوران فیلم های کلاسیک و اشاره به فیلم های و هنرهای رزمی آن دوران و فرهنگ عامه لس آنجلس زده این فیلم داستان خیال و تخیله و لذت سینما از نظر تماشاگره روزی روزگاری در حالی بود در واقع فیلم چه میشد اگر هاست. بازی با روان تماشاگره مطمئنا رومان پولانیسکی هم با دیدن فیلم منقلب شده با قول دیوید رونی منتقد سینمایی هالیوودی ریپورتر این فیلم یک نامه عاشقانه به دوران کودکی تارانتینوس که در پایان نیز به شکل دیوانواری پایان یک دوره رو نشون میده جان بولیزل منتقد سینما هم مینویسه که روزی روزگاری در هالیوود یک فیلم کاملا لس است و این فرصت رو به ما میدهد که در آن غرق شویم همچنین در فرهنگ آن دوران با سریال های تلویزیونی قطعات موسیقی و صدای رادیو که در پس زمینه در حال پخش شدن هست غرق میشیم این فیلم مانند یک رمان بزرگ درباره لس آنجلسه با تشکر از توجه شما به این برنامه با امید دیدار